زندگی نامه بانو نیلوفر جلالی کوفی، نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه. سلام و احترامات بیننده های گرامی، شما را به یکی از ویدیوهای دیگر ما از بخش زندگی نامه خوش آمدید میگوییم. امید تا ختم ویدیو ما را همراه باشید. بانو نیلوفر جلالی کوفی، رئیس گروپ پارلمانی اقتدار و توسعه مجلس نمایندگان و رئیس نهاد اجتماعی الزهرا میباشد. داستان زندگی بانو کوفی این گونه است. نیلوفر جلالی کوفی که زادگاهی پدریش بدخشان است، در سال 1363 هجری شمسی در ولایت کابل متولد شده و افزون بر نمایندگی از مردم، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز ثبت کارنامه خود دارد. روشنفکری، علم دوستی و دیانت از شاخص‌های بارز خانواده‌ای است که خانم کوفی در آن تولد و پرورش یافته است. بانویی که امروز در مجلس نمایندگان افغانستان از مردم خود نمایندگی می کند و به انعکاس صدای ملت خود می پردازد، مانند میلیون ها شهروند دیگر افغانستان درد مهاجرت را متحمل شده و دوره آموزش های ابتدایی مکتب را در پاکستان به اتمام رسانیده و پس از برگشت به کشور از لیسه عالی ابوالقاسم فردوسی شهر کابل و درجه بکلوریا نایل آمده است. در شرایطی که ناجوری های سیاسی، امنیتی و فرهنگی حق تحصیل را از بسیاری زنان و دختران افغانستان سلب نموده بود، رفتن به مکتب و فراگیری دانش رهامت می طلبید که فرصت آموزش برای دختران و زنان محدود کشور فراهم بود. خانم کوفی از دانشگاه بین المللی مهاتما گاندی کشور هندوستان در بخش اداره و تجارت مدرک کارشناسی دارد و به تازگی دومین کارشناسی خود را در بخش علوم سیاسی از دانشگاه مشعل در کابل به دست آورده است. را گفتن نباید گذاشت که بانو نیلوفر با شخص به نام محمد داوود جلالی ازدواج کرده و ثمره ازدواج آنها دو دختر و یک پسر می باشد. اکنون همسر وی رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله است. نیلوفر جلالی کوفی پیش از آن که وارد سیاست شود، در بخش های مختلف جامعه در خدمت مردم خیش قرار داشته و کمک رسانی، آبادی و فراهمسازی زمینه های آموزش برای نسل نو افغانستان عمده ترین دغدغه زندگیش را شکل می دهد. خانم کوفی افزون بر ریاست چندین شرکت ساختمانی که در بخش های مختلف کشور و خصوص در مناطق دوردست و دشوارگذر به کمک مردم شتافته و با تطبیق پروژه های بازسازی و نوسازی برای مردم امید زندگی کردن خلق نموده است. ساخت مکتب، مراکز صحی و راه‌های مواصلاتی از برنامه‌های پیشا وکالت خانم کوفی بوده است. او همچنان با تأسیس و مدیریت نهاد اجتماعی الزهرا و سراغ کودکان و دختران رفت که به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی از فراگیری دانش محروم بودند. الزهرا با فراهم آوری زمینه‌های تعلیم برای صدها دختر در کشور از وضعیت اقتصادی زنان و خانواده‌های بی‌بضاعت نیز غافل نماند و به یاری آنها پرداخت. خانم کوفی که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی سرگرم ارائه خدمات به مردم خود بود، بر مبنای پیشنهاد گروهی از نمایندگان و شخصیت‌های با نفوذ ولایت قندوز وادار شد که برای نمایندگی از مردم که سال‌هاست دولت با مشکلات و نیازمندی‌های آنان توجه نداشته وارد کارزارهای انتخاباتی شود. خانم کوفی با این دهاد که نمایندگی در مجلس را امتیاز نه مسئولیت خواهد دانست، نامزد مجلس نمایندگان شد و در اوج ناامنی‌ها و کنترل طالبان بر بسیاری از بخش‌های قندوز موفق شد که اعتماد مردم را کسب نماید. خانم کوفی پس از افتتاح دوره 17 مجلس در سال 1397 خورشیدی برای دادخواهی بهتر و شایسته به عضویت کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان پیوست. او که در حال حاضر ریاست گروه پارلمانی اقتدار را نیز بر عهده دارد و یکی از چهره‌های فعال حقوق زنان افغانستان مبدل شده و در تصویب بسیاری از قوانین و مصوبه‌ها از آدرس مجلس رأی تایید گرفتن نقش فعال بازی کرده است. خانم کوفی در چندین کنفرانس ملی و بین المللی شرکت نموده و به دلیل فعالیت‌های مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که داشته، بعد جوایز و تقدیرنامه‌های زیاد نایل گردیده است. تندیس متشبث نخبه از تقدیرنامه‌هایی است که کار و فعالیت‌های اقتصادیش را از بهره فراهمسازی زمینه کار در کشور ستوده است. خانم کوفی که از 2 سال به این سو در خانه ملت از مردم خود نمایندگی می‌کند، به گونه‌ای شایسته توانسته است که اراده‌ای واقعی مرد
مردمش را به تمثیل می‌گیرد. مشکلات و نیازمندی‌های آنان را پس از ارزیابی با طرح و برنامه‌های عملی در اختیار حکومت و نهادهای اجرایی قرار دهد. و به همین ترتیب پروژه‌های زیاد را که خواست مردم بوده، شامل سند ملی بودجه نماید. او در موقف‌گیری‌هایش در مجلس همواره بر منافع ملی کشور متکی بوده و همواره فریاد ملت مظلوم خیش را از تریبیون مجلس به انعکاس گرفته است. هیله ده چه ویدیو با من ده پام ورد گرزیدلی وی پلی نیوکی او لاندیزونا ده کومنت برخه که را سر شریک کریا او ده مونگ ده راتون که ویدیوگانو کتل ده پارا زمونگ چینل ده سر سبسکرایب کری مننه تر بیا خیه چاری.